پرزیدنت بایدن امروز در آغاز اجلاس دموکراسی که به ابتکار خود او برگزار می شود هشدار داد دموکراسی در سرتاسر جهان با چالش های مداوم و هشدار دهنده مواجه است. فراد پولادی همکارم هم اکنون مستقیم از کاخ سفید همراه ما هستش. فراد، پرزیدنت بایدن در سخنان خود برای بقا و بس دموکراسی در جهان بر چه مسائلی تاکید کرد؟ افشار، ابتدا توضیح بدم که کاخ سفید، یعنی همین ساختمان پشت سر من، و وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌هایی که توی روزهای گذشته داده بودن گفتن که این اجلاس بر سه محور، بر پایه سه محور داره برگزار میشه: یکی تقویت دموکراسی و همچنین مقابله با اقتدارگرایی، مبارزه با فساد و ترویج حقوق بشر، ترویج احترام و اجرای حقوق بشر. پرزیدنت بایدن در سخنانی که به صورت مجازی برگزار شد با توجه به وضعیت کووید در سراسر جهان، به همونی که در دیباچه خیلی کوتاه اشاره کردیم، وضعیت مشکلدار دموکراسی در سطح جهان و نیروهایی که در برابر این دموکراسی ایستادن، پرزیدنت بایدن گفتش که ما به یک نقطه عطفی رسیدیم و باید هرچی در توان داریم جلوی عقبگرد دموکراسی رو در سطح جهان با کمک همدیگه انجام بدیم. و صحبتهایی داشتن؟ فراد، گزارشت رو با اشاره به انتقادات روسیه و چین از اجلاس برای دموکراسی پایان دادید. تا دیروز پرزیدنت بایدن درگیر مسئله تنش مرزی بین اوکراین و روسیه بوده. امروز در کاخ سفید در این زمینه چه برنامه‌ای هستش؟ بله، با توجه به اینکه پرزیدنت بایدن تو دو روز گذشته طبق گزارشایی که ما داده بودیم درگیر وضعیت نوار مرزی، تنش بین اوکراین و روسیه بودش، امروز هم برنامه‌هایی که کاخ سفید داره بر پایه اون، پرزیدنت بایدن قراره با همتای اوکراینی خود ولودیمیر زلنسکی صحبت بکنه و اونو روزآمد کنه درباره محتوای مکالمه‌ای که خود پرزیدنت بایدن با آقای ولادیمیر پوتین داشتن. همچنین قراره با رهبران کشورهای موسوم به گروه بخارست 9 که شامل 9 کشور هستش، اهم از لهستان، مجارستان، بلغارستان و رومانی و 3 کشور بالتیک، این قراره با اینا صحبت کنه. اینا اگر نقشه ذهنتون باشه در جناح شرق سازمان پیمان نظامی ناتو قرار دارن و عملا صف مقدم با روسیه هستن. قراره با رهبران اینا صحبت کنه درباره تجهیزات، آمادگی اینها در صورت تجاوز احتمالی روسیه به خاک اوکراین. پرزیدنت بایدن دیروز هم باز با خبرنگارا که صحبت کرد اشاره داشتش که به صورت خیلی شفاف به آقای پوتین این مسئله رو گوشزد کرده که اگر حمله نظامی انجام بده به خاک اوکراین که آمریکا از تمامیت ارضی اون داره حمایت میکنه، باید منتظر تحریم‌های بسیار شدیدی علیه اقتصاد روسیه باشه، که اصطلاحی که کاربرد که تا حالا شاهدش نبوده. افشار. فراد پولادی از برگزاری اجلاس دموکراسی مستقیم از کاخ سفید.